درود و شالوم خداوند به تک تک شما همراهان عزیز. با قسمت دیگه ای از کتاب رازگاهان در خدمتتون هستم. لوقا فصل 18 آیه 25 می فرماید: زیرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از دخول دولتمندی در ملکوت خدا. چون لای وزیر اسبق امور خارجه چین سرخ یک بار اعلام کرد که خیلی تحت تأثیر این آیه قرار گرفته. اما کمونیست ها از عیسی انتقاد میکنن که چرا اجازه داد که آن مرد ثروتمند آسود خاطر روانه شود. معتقدن که عیسی میبایست او را دستگیر و اموالش را مصادره میکرد. کمونیست‌ها بر این عقیده‌ان که مصادره کردن اموال سرمایه‌داران بلافاصله بهشت را پدید می‌آورد. حتی برخی از روحانیون چپگرا چه در غرب و چه در شرق از این عقیده جانبداری کردند. چرا عیسی می‌بایست اموال آن جوان ثروتمند را از او بگیرد؟ گاهی اوقات شخص ثروتمند بسیار خسیس و تنگ نظره. هر که اموال مرد ثروتمند را بگیرد، فرومایگی او را نیز گرفته است. چیزی که بدون آن هرگز نمیتوانست در جهانی مملو از فقر و گرسنگی اینقدر ثروتمند باقی بماند. اگر عیسی اموال آن جوان ثروتمند را میگرفت، ناآرامی جانش را نیز میگرفت. ناآرامی که باعث شده بود به جستجوی حیات ابدی براید. ثروتمندان اگر پیش از مرگ با ثروتشان وداع نگویند، به هنگام مرگ چاره ای جز این نخواهند داشت. عیسی مسیح در یوحنا 18 آیه 36 می فرماید: ملکوت من از این جهان نمی باشد. ما باید گنج ها برای خود در آسمان بیندوزیم. در متی 6 آیه 20 می‌فرماید: جایی که بید و زنگ زیان نمی‌رساند و جایی که دزدان نقب نمی‌زنند و دزدی نمی‌کنند. آمین. مرسی که همراه من بودین تا فردا و یه قسمت دیگه از این کتاب. خدا نگهدارتون.